خب سلام، جادی هم بعد از مدت ها ریش همو میبینین، رفتم زندون و فعلا با وثیقه بیرونم، اما گفتم که آموزش لینوکس رو ادامه بدیم. دلیل اصلیش هم اینه که واقعا دوست دارم این تموم بشه. اگر قرار باشه که حکممون اجرا بشه، در واقع حداقل 101 رو تموم کرده باشم. رسیده بودیم به 107 سرچ کردن تکست فایل ها با استفاده از رگولار اکسپرشن ها. رگولار اکسپرشن بسیار 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 چیز مهمیه در دنیای کامپیوتر، نه فقط لینوکس و برنامه نویسی، در واقع تو خیلی چیزا خیلی مهمه. رگولار اکسپرشن تو فارسی بهش میگن عبارات منظم، رگولار اکسپرشن خلاصش میکنن به رجکس ها. رجکس ها در واقع انقدر مهمن که شما باید یادشون بگیرین، حتما در خیلی خیلی جاها استفاده میشن، توی از کامند لاین لینوکس تا خیلی از دستورات رجکت میفهمن، تا برنامه نویسی، تا یه کلمه جا. وزنش قدیما 2 بوده، الان کردنش 3. انتظار میده شما بتونین با رجکس ها کار کنین، درکشون کنین، رجکس های ساده رو بنویسین، جایی که لازم دارین استفادهش کنین و ابجکتیو هاش رو هم میبینین. ابجکتیو های متنوع داره، کار کرد، درست کردن سادهش، درک کردن انواع رجکس ها، کاراکترهای خاص رو بفهمین و یه سری سرچ بتونین تو فایل سیستم انجام بدین. دستورهایی هم که باید بلد باشین، گرپ هست که مستقیما با رجکس کار میکنه و انواعش مثل ای گرپ، اف گرپ. دستور سد رو هم که قبلا دیده بودین، رجکس هم میفهمه و خود رجکس رو باید بلد باشین. رجکس ها به طور خلاصه در واقع پترن هایی هن، الگوهایی هستن برای توضیح دادن اینکه چه چیزی رو میخواین مچ کنین از یه فایل، از یه تکست. یعنی مثلا شما یه خط تکست دارین، میخواین ببینین آیا چیزی مثل تلفن توش وجود داره، یه فایل دارین میخواین ببینین تو کدوم خطهاش ایمیل وجود داره و اون ایمیل رو جدا کنه برای استفاده. یه سری ورودی دارین و میخواییم بگین کجاهاش چند تا اسپیس هستش، اونا رو همه رو میخواییم تبدیل کنین به یه دونه اسپیس، یا حالا اسپیس رو تب پشتم وایت اسپیس هست. چنین چیزهایی رو رجکس در واقع میتونه انجام بده برای شما. یه مفهوم کلی داره که اول در موردش حرف میزنیم که رجکس چجوریه، بعد میریم سراغ یکی از دستورهای خیلی خیلی مشهوری که رجکس میفهمه به اسم گرپ کردن، که باعث شما بتونید مثلا بعضی خطا رو در یک فایل جدا کنین یا حالا انواع کارهای دیگه. خیلی خیلی اگه بخوایم بیسیک رجکس رو بگیم، من اینجا توی فایلایی که در واقع برای هر درس داریم یه دونه فایل دارم اینجا به اسم فون لیست، بذارین اینو کپی کنم، در واقع اینو استفاده میکنیم. و همچنین سایت هایی هستن که مستقیما به شما اجازه میدن رو رجکساتون کار کنین. مثلا یکی از مشهوراش، ابزارهای من هم همشو گرفتن، در نتیجه الان این کامپیوتر قدیمی تر لینوکس هم رو دارم، از پارتنرم گرفتم، rejects101.com یکی از این فایل هاست که به شما اجازه میده، در واقع بزنین یه خوردم بزرگترش کنم که راحت تر باشه دیدنش، به شما اجازه میده rejects.com که در واقع یه تکست بهش بدین و بعد یه سری rejects بنویسین. مثلا من یه rejects میمیسم به اسم A، در واقع هر چی A در این تکست هست رو مچ کرده. من میگم همه JA ها رو میخوام، میگه اوکی من اینجا 3 تا JA پیدا کردم. میبینین رجکس چه منطقی داره و چه جوری کار میکنه. من میگم هر خطی که توش جیمیل هست رو به من بده. حالا اینکه دقیقا دارم چی میگم جای سواله ها، ولی الان به طور خاص من یه رجکس نوشتم که خیلی ساده جیمیل بود، این گفت اوکی یه جیمیل اینجا پیدا کردم، یه جیمیل. اگر مثلا دستور گرپ میزدم، میزدم گرپ کن جیمیل رو توی این فایل، این دوتا خط رو به من میداد، چون گرپ در حالت عادی خطهایی که این رجکس رو مچ کردن رو نشون میده، ولی کل خط رو به من میداد. حالا شما میتونین شروع کنین رجکستون رو پیش بردن. الان من فقط یه سری کاراکتر پشت هم زدم، در واقع فقط گفتم من یه سری کاراکتر میخوام، اما میتونم چیزهای خیلی 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 بیشتری هم بگم. مثلا نقطه توی رجکس به معنی هر چیزیه، اگه یه نقطه بزنین هر چیزی رو مچ میکنه. فایدهش چیه؟ مثلا من میتونم بگم من یه دونه کاما میخوام، 1 2 3 4 تا نقطه و کاما، میگم هر چیزی که 4 تاست و دو طرفش کاماست رو به من بده.
نتیجهش چی میشه؟ در واقع میتونم این سالها رو جدا کنم چون این مدلی هم دیگه هر کدومشون، یا میتونم بگم که هر، چون اول شروع میگم، میگم هر چارتایی که بعدش کاماست رو به من بده. در واقع الان هر تیکه چارتایی که بعدش یه کاما هست رو میده، خب معلومه که این رو هم به من میده. من باید بتونم بگم اول خط شروع میشه، اولش خط شروع میشه خودش یه علامت ویژه داره. مثلا اگر میگم دلار یعنی اول خط، پس من الان گفتم که دلار یعنی آخر خط، ببخشید کرت یعنی اول خط. من میگم که یادتونه توی حالا وی آی هنوز درس ندادیم، وی آی درس بعدیه، با دلار میرین ته خط، در واقع همین منطق رو استفاده کردن. ببینین الان چی میگه؟ میگه که اول خط حتما میخوام باشه، چهار تا چیز باشه و بعد کاما باشه. در واقع اسم های چهار حرفی رو من جدا کردم، سه حرفی ها و پنج حرفی ها افتادم بیرون. این مدلیه که رجکس کار میکنه. دیدن این شاید پیچیده باشه، ولی همینی که شروع میکنیم فهمیدنش بسیار بسیار واضح تر میشه. حتی من میتونم بگم این دقیقا چهار تا و بعد کاما. ببینین در واقع کارم رو یه خورده راحت تر کردم. این سه تا تا چهار تا، سه تا تا پنج تا، یه تعداد خاصی میگم. الان من هی دارم قاطی پاتی یه چیزایی رو میگم که شما مفهوم رجکس رو بگیرید. بعد با هم یه دور چیزهایی که در واقع شما باید بلد باشین تو رجکس رو پیش میرید. تا الان چی یاد گرفتیم؟ میتونم بگم جی ای رو میخوام، همه جی ای ها رو بهم میده. میتونم یه نقطه بذارم یعنی هر چیزی، پس در واقع من میگم که هر کاراکتری که میخوام. میتونم تعداد بذارم، بگم من چهار تا میخوام، بعدش حتما باید کاما باشه. به فرض سه تا زده بودم البته فکر کنم. میتونم بگم که کاما یک، هر چیزی که بود چهار تا، بعدش قبوله. در واقع دو اونورش هم دوباره کاما بود. میتونم بگم چهار تا تا ده تا، کماکان اینا رو میگیره، چون چهار تا تا ده تا من فقط بازم همین رو دارم که دو چیزی که دو طرفش کاماست. خیلی 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 بزرگ میشه رجکس، جزئیات داره، شما میتونید رجکس های بسیار پیچیده ببینین، بنویسین و استفاده کنین و خوندن سخته، ولی میبینین چه کارهای خیلی خیلی جالبی میکنه. مثلا که فقط میخوام ایمیل ها رو جدا کنم، میتونستم حالا تو این فایل خاص بگم کاما هر چی بود هر چند تا بود. اگر من بگم آ دوتا یعنی دقیقا دوتا آ، یعنی آ آ. اگر بگم آ دوتا تا چهارتا یعنی آی دوتا بود یا سه تا بود یا چهارتا بود و من قبول دارم. اگر بگم آ ستاره یعنی هر چند تا که بود یا حتی اگه نبود، یعنی صفر تا تا بی نهایت تا. در واقع هیچی نبود هم باز مچ میکنه، در واقع صفر یا بیشتر. در نشون میتونم بگم آ داشت یا هر چند تا داشت، اوکی هم اینجا. اگه بگم آ به علاوه، در واقع میگم آ یکی یا بیشتر، یعنی این برابره با اینه که بگم یکی تا بی نهایت تا، یعنی حتما باید یه آ داشته باشه، بیشتر بودم مچ کن. و در نهایت آ علامت سوال یعنی صفر تا یا یکی، یعنی حد اکثر یکی داشته باشه. میتونم بگم چند تا از یه چیزی میخوام داشته باشه. من این چیزی که دارم الان مینویسم، در واقع دارم میگم کاما داشته باشه یه دونه، بعدش هر چی بود و @ میخوام پشتش باشه. یعنی اگر بنویسم در واقع باید بگم که @ و میبینین که در واقع این شکلی میگیره. رجکس همیشه گریدیه، به اصطلاح حریصه، سعی میکنه بزرگترین چیزی که میتونه رو بگیره. نتیجهش اینه که وقتی من این رو میگم، میگه که من بزرگترین چیزی که میتونم رو میگیرم. اوکی کاما هر چی که بود بعدش @. اگه میخواستم این مشکل رو حل کنم، میتونستم تیکامو از هم جدا کنم، یعنی بگم من یک کامای دیگه هم میخواستم هرچی بود، ولی من این تیکه برام جذابه. این تیکه رو براتون دیدیم با یه رنگ دیگه جداش کرد، حالا بعدم میتونید تو برنامه نویسی بخونینش. من الان میگم من دنبال این پترنم، کاما هرچی بود، در واقع اون تیکه عدده رو میگیره، بعد دوباره یک کاما، بعد هرچی بود تا به یه @ برسی. حالا من الان خود @ هم گرفتم، مثلا میگم خود @ رو نمیخوام، جداش کن. ببینین من میتونم تیکه های مختلفی در یک رجکس رو شروع کنم به فهمیدن. بذارین بریم سراغ درسمون و من بعدا شما رو پاس میدم به یه ویدیوی خیلی جدی در مورد رجکس. چیزی که ما تا الان دیدیم اینه که شما میتونین در واقع در رجکستون یه کاراکتر بزنین یا چند تا کاراکتر رو پشت هم بنویسین، ستاره
یعنی در واقع چیزی که قبلش هست یک ستاره، یعنی یک هیچی نبودم قبوله، هر چند تا بودم قبوله، به علاوه یعنی حداقل یکی باشه تا هر چند تا. این یعنی صفر تا یا یک. مثلا میتونم بگم که آ به سه، این هم مچ میکنه آ سه رو، هم مچ میکنه آ به سه رو، ولی آ به سه رو مچ نمیکنه، چون به فقط باید صفر تا یا یکی باشه، این و این، اینو مچ نمیکنه. ما اینجوری میتونیم قسمت هایی از تکست رو جدا کنیم. میگه دقیقا کجا به درد میخوره رو تو زندگی خواهید دید، تو زندگی واقعیتون. دیگه چی؟ اور هم که داریم که مهمه. اور این شکلیه، در واقع مثل اور برنامه نویسیه، آ یا ب. بذار ببینم چیز مفیدی اونجا داریم در این مورد. و کاراکتر کلاس ها هم بذاریم بگم. کاراکتر کلاس ها هم این شکلیه. این رو که بلدین، دات یعنی هر کاراکتری، دو تا دات یعنی دو تا کاراکتر پشت هم، میتونیم هم کاراکتر کلاس بسازیم. یعنی بگم آ ب س، یعنی یا آ باشه یا ب باشه یا س باشه. این شکلی هم میتونیم بگیم آ تا زد، یعنی تمام حروف الفبای کوچیک، کوچیک بزرگ با هم فرق دارن، یا اینکه آ تا زد همه بزرگ، یا صفر تا نه. این شکلی میتونین بخشا رو درست کنین. چون اینا خیلی به درد میخوردن، اتفاقی که افتاده اینه که چند تاشون رو اتوماتیک تعریف کردم و شما میتونین اینجوری استفادهشون کنین. مثلا الفابتیکال نامرال، الفابت ها و عدد ها. یعنی من میتونم بگم که یه کاراکتر کلاس دارم که توش الفابتیکال نامرال ها هستن. در واقع این خودش تمام الفبا، یعنی A تا Z بزرگ و کوچیک و 0 تا 9 رو حساب میکنه. یا اینجوری بگین بلانک، اسپیس، تب و اینجور چیزا، یا دیجیت، یا آپر یا لوئر. اینم برعکسش میکنه، نگیت، نگیت در واقع. یعنی من میگم که هر چیزی بجز آ و ب. خب این مدل در واقع شیوه های مختلف نوشتن کاراکتر کلاس هاست و شما میتونید چیزهای مختلفی برای خودتون تعریف کنین. اور هم که یادتونه، یعنی میتونید یه ذره بگین آ یا ب یا آ یا ب و چیزهای مختلف. یه سریشون هم برای راحت کردن شما، یعنی دیدین یه سری از این کاراکتر کلاس ها بودن. یا مثلا شما میتونید مستقیما بگین من یه دیجیت منظورمه، که راحت تر بنویسین، میگین من یه دونه دیجیت میخوام. مثلا توی همینجا که داشتیم، من میتونم بیام بگم که من دنبال دیجیت میگردم هر چند تا که بود. چی شد؟ درسته دیگه؟ آره، این تیکش رو جدا کرد، این در واقع دونه دونه شون رو جدا کرده. فهمیدین چی شده؟ این در واقع من میگم دنبال یه دیجیتم، در نتیجه این گفته او که یکی این، یکی این، یکی این، یکی این، رنگش رو جدا کرده. ولی اگه بگم دیجیت هر چند تا که بود، میگه اینا نیستن، این یه تیکه هستش. در واقع من میتونم اینجوری تمام عددها رو از این جدا کنم مثلا. و کارهای متنوع و زیاد دیگه بیشتر تو برنامه نویسی میبینینش. ما اینجا هم استفادهش میکنیم زیاد برای گشتن توی فایل ها و غیره. این کرت اگه درست تلفظ کنم، در واقع این علامت میگه که من دنبال اول استرینگم، در اینجای که بزنم آ یعنی اولش میخوام با آ شروع بشه، این یعنی آخر جمله، در واقع آخر. در اینجای که من بزنم ب یعنی دنبال یه خطی هم که آخرش نوشته باشه ب. یه سری مثال هم داریم. این مثلا یعنی این که با اولش حتما آ باشه، بعدش هرچی بود رو هم مچ کن. این یعنی اولش با آ شروع بشه، بعد هرچی بود قبوله، اما آخرش حتما ب باشه. یه خطی با آ شروع میشه و با ب تموم میشه. این یعنی یه خطی که با آ شروع میشه، بعد هرچی میتونه داشته باشه، اما حداقل یه عدد توش باشه. چون در واقع میگه عدد به علاوه از یکی یا بیشتر، یه عدد حداقل تمام خطهایی رو میده که با آ شروع شدن، با ب تموم شدن و توشون یه دیجیتی وجود داره. این میگه هر چیزی که شروع میشه با L یا B و بعدش دوتا O داره، در نتیجه لو و بو رو مچ میکنه. حواستون باشه این اگر اینجا باشه به معنی شروع خطه، اگر اینجوری بود توی در واقع کاراکتر کلاس ها بود، یعنی بجز A و B هرچی هست. خیلی ها دوتا معنی دارن و این هم یعنی از
F تا H یا از A تا K آخرین کاراکتر جمله باشه. خیلی ترکیب های متنوعی میشه با رجکس ها ساخت. ما هم اینجا در واقع حوصله نداریم، وقت نداریم، یا علاقه نداریم، یا شما علاقه ندارین. شما اگه علاقه دارین میگم بعدم باید چیکار کنین، ولی انقدری که دونستین احتمالاً حداقل در این لحظه بسه. دستور مهم لینوکسی ما برای دنیای رجکس گرپ. من میگم یه چیزی رو در یک چیزی گرپ کن. مثلا یه فایل مشهوری هستش در دنیای کامپیوتر یا به اسم ووردز. فکر کنم شما توی یوزر، البته در واقع این درستش یوزر نیست، دوست تذکر داده، یوزر شیر دیکشنریز کامن، نه آره دیکت، اینجا شما یه سری، یه خورده بزرگترش هم بکنم که راحت باشین، در واقع در این مسیر شما یه سری دیکشنری دارین که برای کارهای خیلی مختلفی استفاده میشه. توی یوزر شیر دیکت، حالا تکنیکالی یوزر نیست ولی اشکال نداره، مشهورترینش ووردز، یا مثلا امریکن انگلیش، بریتیش انگلیش، در واقع یا کرکلیب، چند تا پسورد های خیلی مرسوم اونجاست. شما میتونین اینجا ببینین اول چند خطه، WC-F بلدیم، اینم پاک کنم که بتونیم راحت کار کنیم. 104,000 کلمه مرسوم انگلیسی رو داریم. من میخوام اینم چه کلماتی توش فانک داره، میتونم گرپ کنم فانک رو تو این، تمام خطوطی که توش فانک هست رو برام جدا کرده، از جمله خود فانک، فانکت، فانکیر، گرافانکل و اینجور چیزها. گرپ کردم یه عبارتی رو اون تو. میتونم گرپ پیشرفته تری هم حتی بکنم. مثلا من میگم که من هر چیزی رو میخوام که توش جی داره، بعدش دو تا خالی داره، بعدش ای داره. مثلا میگه که خب چنین چیزی داریم، در واقع کلماتی رو گشتم که گرپ کردم در واقع توی اون فایلم، هر چیزی رو که جی داره، بعد دو تا کاراکتر هر چی بوده، بعد ایه. در نشه مثلا جیهاد توش بود چون جی و ای داره، مارجورام توش بود چون جی داره، بعد دو تا کاراکتر داره، بعد ای داره. اینجوری شما میبینید چقدر راحت میتونه در واقع چیزهای مختلفی رو گرپ کنین. اینا رو گرپ میکنیم. چند تا سویچ خیلی مهمه گرپ هم هست که شما باید بلدشون باشین. در واقع سویچ هایی که مهمن، حالا بقیه رو مشاقه بلد بودین خوبه، ولی اینا مینیموم امتحانی هست. دش سی که خیلی استفاده میشه، نشون میده چند خط رو با اون گرپ پیدا کرد. حواستون بود دیگه، کاری که گرپ میکرد این بود که گرپ میکردیم یه چیزی رو توی یه چیزی، نتیجه توی یه فایلی، خطهایی که این توشون مچ میشد رو به ما نشون میداد. درنچه وقتی دش سی میزنین میگه چند تا خط دارین که اینه خیلی مرسومه. مثلا شما میخواین ببینین فلان آی پی چند بار کار کرده با کامپیوتر من، به سرور من ریکوست داده، گرپ میکنین اون آی پی رو توی اون لاک فایل دش سی، بهتون میگه کانتش چقدر بوده، چند بار این کارو کرده. شما نمیخواین همه خطاش رو ببینین، این خیلی چیز پرمصرفیه. دش وی خیلی مهمه چون ریورس میکنه سرچ شما رو، معمولا دش وی ورژن نشون میداد ولی تو گرپ ریورس میکنه، خطایی که این نیست رو نشون میده. دش ان لاین نامبر نشون میده که تو خط چندم بوده. دش ال فقط اسم فایل ها رو نشون میده. شما میتونین گرپ کنین تو خیلی چیزا، گرپ کنین آ رو توی هر فایلی که اینجا هست، در واقع بذارین بهتون نشون بدم این سویچ ها رو. دش آی هم مهمه، کیس اینسنسیتیو، مهم نیست حروف کوچیک بزرگ باشه، خیلی وقتا برای ما مهمه چون نمیدونیم اون حروف بزرگ بوده یا کوچیک بوده. و دش آر هم در واقع ریکرسیو، همه رو گرپ میکنه. بذارین بهتون چند تاش رو نشون بدم. مثلا من گرپ میکنم، میخوام ببینم چند تا کلمه توشون فانکی داره توی ووردز. میگه انقدر، همه کلماتو دادم و پرسیدم چند تا کلمه. دش سی میگه 10 تا کلمه است که توشون فانک وجود داره. گرپ آ توی هر فایلی که هست رو به من اینجا نشون بده. اوه، چون ووردز هست خیلی زیاده. من میتونم بگم
گرپ کن آ رو تو هر فایل تکستی که وجود داره، پسوندش تکسته، شد LS کردم. گرپ کن آ رو تو هر فایل تکستی که هست، میگه تو فرندز روشا بوده، تو فرندز خاویار بوده، تو فرندز کریشنا بوده، مری بوده، و تو مای تینکس لپتاپ بوده. من میخوام ببینم تا تو توی چه فایلایی هستش. چی بود؟ داش ال لیست فایل نیم یادتون باشه. داش ال میگه توی این فایل ها بوده. دیگه چی جالبه؟ داش آر خیلی مفیده خیلی وقتا. برگشت هم حالا یادتون هست دیگه. در واقع داش آر ریکرسیو نگاه میکنه. در واقع مثلا چنین کامندی رو ببینید، من اینجا براتون آوردم. گرپ میکنه. حالا شما داش آر تو ذهنتون باشه، حالا کلیت ماجرا رو. من گرپ میکنم داش آر 192.168 رو توی ETC میدونین تنظیمات توشه. من میگم تو هر جایی تو فایلای تنظیماتم 192.168 هست رو به من نشون بده. خیلیاش پرمیشن دینایت میشه چون این یوزر دسترسی نداره این فایل رو بخونه. برای اینکه یه خورده تمیزترش کنم میگم که ارورها رو بفرست توی دف نول. اینو تو درسای قبلیمون دیده بودیم. میگه توی این کانفیگوریشن فایل ها من 192.168 رو میبینم. اگه فقط بخوام بگم تو کدوم ها بود، الان دیگه یادمون مونده، میگیم داش ال هم داریم، فقط اسم فایل ها رو به من نشون بده. خیلی وقتا این پیش میاد که ما اینجور گرپ ها رو میکنیم توی سیستم و پیدا میکنیم که چی داریم. یه چیزی که اینجا اضافه کردم دستور ایگرپه که شما مهمه بدونید. گرپ در واقع اکستندد گرپه. ماجرا اینه که ریجکت دیدین چجوریه، یک کلمه دستور داره، یک کلمه پیچیدگی داره و این حرفا، و خیلی وقتی شما استفادهش میکنین توی گرپ چجوری بگم، لهجه های مختلفی هست. یعنی یه چیزی توی گرپی هست که توی گرپی نیست. یه آدمی یه دستوری نوشته که به نظر خودش بهتر بوده و به گرپ اضافه، به گرپ نه، به ریجکت اضافهش کرده. به اصطلاح ما سینتکس های مختلف یا لهجه های مختلف در واقع ریجکت داریم. حتی اگه تو این سایت هم کوچیک کنم، میگه ریجکتتون رو میخوایم بر اساس پی اچ پی 7.3 بالاتر بنویسیم، بر اساس این بنویسیم، با ریجکت پایتون بنویسیم، گولنگ بنویسیم. یه کلمه مدل ریجکت هایی داریم که کم و زیاد میشه یه چیزایی بهشون. گرپ خیلی باحال بوده. بعضی آدما اومدن یه چیزایی رو به گرپ اضافه کردن، در واقع به گرپ، به ریجکت گرپ یه چیزهایی رو اضافه کردن و نتیجه شده یک اکستندد گرپی که شما میتونین بگین گرپ من میخوام اکستندد ریجکت بنویسم و اونجا میتونین کلی کار جدیدتر هم بکنین. در واقع خیلی جاها مثلا یک از اینه که به بک اسلش نیاز ندارین. مثلا میتونین گرپ آیابه رو همینجوری بنویسین. تو گرپ معمولی این باعث دردسر میشه و بگین من گرپ اکستندد میخوام. چون خیلی این زیاد استفاده میشده، یه ایگرپ گذاشتن که ایگرپ در واقع مستقیما اکستندد گرپ رو صدا میزنه. حتی مثلا پی گرپ هم داریم که گرپ پرل رو صدا میزنه و گرپ های مختلف. یه فیکست گرپ هم داریم که بعضی ها خیلی استفادهش میکنن که در واقع اف گرپه، در واقع گرپ فیکست. حالا تا حدی میتونستیم بگیم من گرپ داش اف میخوام. جلوش هر چی بنویسین و دیگه خیلی بهش فکر نمیکنه. خود این استرینگ رو توی این فایلی که بهش دادین یا فایلایی که دادین میگرده. در واقع خیلی رجکسی بهش نگاه نمیکنه. مثلا اگه مثلا میخواین دیس علامت دلار دار رو سرچ کنین، مستقیما میتونین بگین اف گرپ کن دیس دلار رو و این دیگه فکر نمیکنه این آخر جمله است یا چیه. دنبال این استرینگ میگرده، فیکست گرپ. و این خیلی 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 بعضی جاها کار شما رو آسون میکنه که دیگه نخواد هی اسکیپ کنین بگین منظورم اصل خود دلار بوده و این جور چیزا. یه داستان تاریخی هم داره، اینا رو آدمای مختلفی نوشتن، کم و زیاد کردن، استفاده شده و این جور چیزها. ست رو هم که قبلا دیده بودین، شما تو ست میتونستین در واقع بگین ست یه چیزی رو با یه چیزی عوض کن و این جور کارها. اگر توی ست داش آر بزنین، دارین میگین من دارم از ریجکت استفاده میکنم. در نتیجه میتونین چیزی مثل این رو بنویسین تو ست، یعنی بگین اگر اول جمله با زد یا آر یا جی شروع میشد، ببخشید همچیزی نگفتیم، اگه این بود اون معنی رو میداد. در واقع میتونین ریجکت بنویسین دیگه، حالا بس دنباله چی باشین.
اینجا نوشتیم که ریپلیس کن این رو، ببخشید یه بار دیگه، ریپلیس کن این رو با این توی فرندز تی اکس تی، ولی اینتون رو ریجکس نوشتین چون سویچ داش آر دادین به ست و ریجکس گفتین میخوام بنویسم. در چه گفتین اگر زد بزرگ یا آر بزرگ یا جی بزرگ بود جایگزینش کن با این عبارت. قبلا ما در واقع ست رو مستقیم استفاده میکردیم برای ریپلیس، الان میبینین که ریجکس هم میفهمه در واقع و کار شما آسون تر میشه. میتونین داش ان هم بزنین که مستقیما در واقع آوتپوتتون رو ساپرس کنه دیگه. بعد میتونین خودتون بگین از پی استفاده میکنین مثلا که یه چیز رو بنویسین پرینت کنین یا هر چیزی، ولی در واقع داش آر سویچیه که ما الان تو این درس میخوایم از ست یاد بگیریم. نکته اینه که ریجکس بزرگ فانه و باحاله. من یه ویدیوی دیگه هم آوردم که میتونین در واقع تو ویدیوهای من زیاد میتونین ریجکس ببینین، کار شخصی هم که میکنم زیاد توش ریجکس استفاده میشه، یه تیکه رو میگیریم از لاگ جدا میکنیم یا یه کار دیگه. یه نو یور ریجکت سالوینگ وردل هست، فارسی هم داره، میتونین اینو بگردین نگاه کنین که در واقع مثلا بازی مشهور وردل رو شروع میکنین با ریجکس حل کردن. جادی بودم، خوش و خندون باشین، روی شما هنوز نزدم، زندون بودم و امیدوارم حداقل لینوکس رو بتونیم تموم کنیم. روحیتون حفظ کنین، مهمترین چیزی که ما داریم روحیه‌مونه، شادیمونه، خنده‌مونه و به نظرم تا وقتی اینو حفظ میکنیم داریم زندگی میکنیم، یه بار بیشتر زندگی نمیکنیم.